شورای ملی مسلمانان کانادا موفق شد اجرایی شدن قانون ممنوعیت پوشیه در استان کبک کانادا را به طور موقت به تأخیر بیاندازد. قانونی که به اصطلاح بیطرفی دینی نام گرفته، استفاده از پوشیه در بخش‌های خدمات دولتی، مراکز و نهادها، اتوبوس‌ها و همچنین هنگام درخواست گواهینامه رانندگی را ممنوع می‌سازد. در هفته گذشته، شورای ملی مسلمانان کانادا با همراهی انجمن آزادی‌های مدنی این قانون را در دادگاه به چالش کشید و استدلال کرد که قانون مربوط شفافیت کافی ندارد و مشخص نیست که در اجرا چه شرایطی را اعمال می کند. در حالی که قرار بود این قانون از 1 جولای امسال به اجرا گذاشته شود، این سازمان‌های مدنی اعلام کردند که دستورالعمل‌های این قانون آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران به زنان مسلمانی خواهد زد که پوشیه داشتن را به عنوان یک حق انتخاب کردند. مارک آندره بلانچارد، قاضی دادگاه عالی کبک، نیز اخیراً اعلام کرده بود که بخش 10 این قانون مرتبط با پوشش‌های صورت آشکارا ناقض قانون آزادی عقیده و مذهب در کانادا است. بر اساس یک تحقیق که اخیراً توسط دانشگاه کبک در مونترال انجام شده، تخمین زده می‌شود که بیش از 150 هزار زن مسلمان در این ایالت زندگی می‌کنند.